سلام برنامه تحول من محمد نصیر فیاض به اتفاق کار میزبانی برنامه هستم بحث حکومت وحدت ملی و کارایی حکومت وحدت ملی تاییدم با توجه به شرایط حساس اقتصادی سیاسی و امنیتی یکی از مباحث جدی در بین مردم محافل سیاسی و جامعه مدنی است که هر کدامش به زم خود محک قضاوتشان کارکردهای نسبی و کارکردهای مقدماتی حکومت است و طرز های متفاوت هم در ارتباط به این وجود داره بیشترین مردم تا به حال نتایج ملموس و قابل قناعت از راهکارهای تعیین شده دو رهبر سیاسی در حکومت وحدت ملی به دست و معمولا نگران وضعیت سیاسی و امنیتی آینده افغانستان هستند حکومت وحدت ملی یا تشکیل ناشی از ناگزیری ها یک توجیه است که بیشتر از کاشناس های سیاسی و حتی سردمدارا یا نخبه های سیاسی در اون حکومت هم توجیه میکنن ناکارایی ها را مبتنی برو آیا تا به حال را طرز دیدی که دو رهبر سیاسی و اجرات را که دو رهبر سیاسی, سیاسی در قسمت سیاست های داخلی و بین المللی و راهکارهای اقتصادی برای مردم روی دست گرفتن تا کدام میزان قابل قناعت است نگرانی های امنیتی امروز چی تفاوت های نسبت به نگرانی های امنیتی دیروز داره و کدام راهکارهای قابل امید برای ثبات امنیتی افغانستان به وجود آمده تا بالره. و بالاخره اگر طرز دید متناقض دو رهبر سیاسی یا دو تیم در درون حکومت وحدت ملی به این گونه که تا به حال را ادامه پیدا کرده در بحث تشکیل حکومت وحدت ملی یا در ساختارهای مشابه از او یا اقدامات متفاوت از او در لایه های داخلی و سیاست های جهانی به این شکل ادامه پیدا بکنه چی خطرات را میتونه متوجه نظام بعدی سیاسی افغانستان بسازه و راه های و بدیل در ای ارتباط چی خواهد بود؟ مهوار بحث امشب ما بیشتر روی این نقطه خواهد بود مهمانی که در بحث ما هستند جناب آقای همایون شاسفی آقای امور سیاسی یا افغانستان استاد محمد طاهر هاشمی استاد علوم سیاسی در پنتون کابل و محمد عبدو عضو مجلس نمایندگان که لحظات بعد هم با ما خود پیوستن مهمان خوش آمدید میگم با جناب آقای هاشمی میخوایم آغاز بکنیم مدلی که از نظر سیاسی شکل گرفته در ساختار سیاسی موجود طبیعت یک مدل نیست که در مکاتب سیاسی دنیا تعریف شده باشه بیشتر توجهات ناگزیر است <تصفح> شگاف های ناشی از مدل که بیشترینه بر قیدای های انارشی رو تعریف میکنن چقدر تا به خلا را خلال بین مردم و دولت و در خود دولت گسترده است بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام به با شما جناب دوست سبسایگرامی و آقای آصفی و بینندگان تلویزیونی آریانا ارز کنم که اول خوب برای حکومت موجود یک سلسله نابسامانی های از دوره گذشته به میراث مانده که یک میراث شوم است و مشکل است که با این میراثی که گذاشته شده ما از حکومت موجود توقع بکنیم که به تمام پرابلم ها به صورت آنی اینا مبارزه را اما تنها بحث رسیدن به پرابلم نیست بس زرق پرابلم های جدید است بله. خب از یک طرف گفتیم که زمینه ها نامساید بود به خاطر از اینکه کارهای مثبت انجام شوه و از طرف دیگه آمادگی لازم برای حکومت خوب هم وجود نداشت در پالی از این مسائل حکومت وحدت ملی زاده و محصول یک تفاهم سیاسی بود که در تاریخ افغانستان سابقه نداشت و در این زمان در مکاتب سیاسی هم ما مثال به شکل نداریم یعنی ارگاهی که در بعضی کشورهای با شرایط مشابه به افغانستان این رقم یک حکومت به وجود آمده او باز هم به اساس یک تفاهم بوده و یک تفاهم بین دو رهبر حزبی یا گروپی شده میتونه که او به اصطلاح نظر آمی مردم افغانستان یا سر کشور دیگر تبارز بده به این اساس است که ما به اصطلاح از اول با قانون اساسی ویدا گفتیم و امروز میبینیم که چقدر ما اشتباهاتی را مرتکب میشیم صرف به خاطر ازی که در یک قسمت از قانون اساسی ما انحراف کردیم برای از ای که در قانون اساسی او ساختارهایی که در حکومت وحدت ملی در نظر گرفته شده مثل ریاست اجرایی و اینا در قانون اساسی متاسفانه هیچ گونه اشارت هم به این نشده اما در اول گفتم بیشتر توجیه ناگزیری ها میشه های بله،, بله. اگر توجه کرده باشه بینندگان مخترم در باز صحبت ها ما گفتیم که از لحاظ حقوقی و قانونی حکومت وحدت ملی بنیاد حقوقی نداره ولی بنابر ناگزیری ها و یک سلسله امیدواری های یک پیش مردم پیدا شد که بالاخره همین حکومت اگر به صورت درست و به مسیر درست حرکت بکنه ممکن است که کارهای بسیار برازنده انجام بده که یکی دو حرکتی که شد که رئیس به جمهور بسیار با قاطعیت عمل کردن اتر احساس می شد و شما هم دیدن که امیدواری های بر مردم پیدا شده بود ولی پس دیدم که نیه پرابلم های افغانستان بسیار بزرگتر و بالاتر از اون چیز است که ما با یک قاطعیت رو انجام بدیم مخصوصا امیدواری مردم و اعتماد سازی بین مردم با تشکیل کابینه صورت می گرفت که بسیار مسئله مهم بود ولی متاسفانه دیدم که کابینه هم بنابر یک سلسله تفاوت نظرها من نمیگم اختلافات اما تفاوت نظرهایی به وجود آمد که کابینه هم برای چند ماه طول کشید و کابینه شما میفهمیم که مرکز یا هسته تمام فعالیت های سیاسی یک حکومت است و یک دولت است از اول لحاظ برای چار ماه یا پنج ماه به انداختنش یک سلسله مسائل را بروز میده که او در تمام ساختارها اثرات خود میبخشه اینجاست که ما از روز تا روز به خاطر ازی که از یک طرف از یک میثاق ملی که از قانون اساسی با شما انحراف کرده بودیم و از طرف دیگه یک تفاهم نامه که تمام عباد سیاسی و حقوقی و اجتماعی موضوع یا حکومت و ساختار حکومت در نظر گرفته باشه اوت یک تفاهم نامه نداشتیم شما علوم سیاسی تدریس میکنین بیشتر داری بخش آگاهی دارید مکاتب را هم پیشتر گفتم مودل که در دنیا از حکومت ها یا از دولت ها در مجموع وجود داره حالا اگر بحث ناگذری ها رو یک طرف کنیم قاعدتا از نظر سرشت نظام موجود چقدر کج بنا نهاده شده و طبیعتا چقدر مشکلات میشه, میشه ناشی از یک مدل مبتنی بر قایده نارشی زرق شده اگر بر اساس ناگذیری ها بنا به مجبوریت ها تعریف کنیم میگیم خب بسار کج هم بنا نهاده نشده ولی از لحاظ حقوقی و سیاسی باید بگویم که فوق کج بنا شده به خاطر از اینکه وقتی که شما در یک رژیم دموکراتیک و یا با ساختارهای دموکراتیک در قانون اساسی شما از امو پرنسیپ های اساسیش انحراف میکنین بقیه دیگه کجی باقی نمیمونه راستی باقی نمیمونه همهش کج است ولی باز هم گفتیم که یک امیدواری بود که این دو تیم واقعا وعدت ملی را به مفهوم واقعیش تبارز میتن ولی وقتی که دیده شد اگر مردم ادعای میکرد که حکومت وعدت ملی است نماینده خود از این دو گروپ می آمدن به سر تلویزیون می گفتن که نظر گروپ ما و نظر تیم ما و نظر تیم از اونا با مجرد که شما مسئله تیم و تیم یک و دو را مطرح می سازین اینجا که شما از دموکراسی بر و از مفهوم وعدت ملی هم بر آمدین به این اساس است که به اصطلاح تا یا کج خاطر به خاطر اساسش کش گذاشته شده بسیار زیاد تشکر خوش آمدید میگم جناب آقای عبدو هم تشریف آوردن البته منظور از بحث امشب ما بیشتر او نقطه های شکننده و آسیب پذیر است و راه های الترنتیف های با توجه به کشیده یا وجود داره یا نه این یک بحث اساسی است نگرانی رکار استاد مطرح کرد که آیا حکومت وحدت ملی است و دامنه از ای چقدر راست و کچ خاطر رفت اجازه بدن از جناب آقای که در سیاست گذاری ها هم بودند یک مدت زمان من این فهم که چقدر حال دخیل هستین آیا فکر میکنین که حکومت وحدت ملی است و این حکومت بیانگر خواسته یک کتلی بزرگ از مردم که رفتن رای دادن و تا چی حد از زم شما شگاف و عمیق است بسم الله الرحمن الرحیم به ورز سلام خدمت بریننده های شما جناب وکی سب جناب شما و دوست قدیمی و همسیل جناب آشمی سب شما هر نام کسر از حکومت بانیم وحدت ملی اصلا یک حکومت ائتلافی است دو کاندید که زیادترین رای برده بودند پیشتاز بودند با دو تیم یک تفاهم سیاسی کردند خب رقمی که آشمی سب گفت مبنا و احساس قانونی نداره اما برای از که یک تفاهم سیاسی موفقانه پیش بره چی لازم است تفاهم و اگر تفاهم نباشه بسیار شکننده میشه آدم میتونه که خوشبین باشه یا بدبین باشه من بسیار بدبین نیست اما قصه است که نصف گلاس او خالی است او که بدبین است میگه نصفش خلا شد و او که خوشبین است میگه که انوز هم نیمه گلاس مانده حکومت ساخته شد ما ترجیح دادیم که می قدر وقت نمیگرفت من اکثر اعضایش نمیشناسم اما جون ها هستن معلوم میشه که مردم اما حکومت ساخته شده حکومت قانونی نه ناشی از اطلاف شما اطلافی گفته اگر خواست... اطلافی بیشتر توجیه طب... قانونی هم نمیتونم توجیه مدل سیاسی هم اینجا بحث سیاسی و قانونی رو یک جای کنی مشکل است رخمی که استاد گفت حالا مشکلات برخواسته تا به امروز هم ناشی زمین فکتور هست ا... من یک کم بود بینم. که برای از اینکه یک اطلاف به وجود بیاید یک پلتفرم سیاسی مشترک لازم است شر از کار نشده و شما اردو پروگرام ها را ببینید بسیار تفاوت نداره و با بعض نقاط در بازی که یک سیستم مرکزی باشه یا غیر مرکزی باشه نقاط که قابل قبول بر یک طرف یا او طرف نیست او را گوشه کنن و یک پلتفرم سیاسی مشترک داشته باشند تا او چوکات اساسی سیاست افغانستان برای چهار نیم سال یا دو سال او بحث جدایی که قبل... قبل, از او قبل از اینکه ما به محتوا بریم ام. و به برنامه سازی بریم چیزایی که شما پیشنهاد کردین شگاف ها در شکلگیری جدی تر و شکننده تر است نسبت به بحث محتوایی چقدر این شگاف ها تا به حال رتانسته که ماشین حکومت موجود یا نظام موجود را دورش کند کنه و در پروگرام ها و که شما مطرح میکنین تخیر وارد کنه تا جایی که من میفهمم روابط بین رئیس دولت و رئیس اجرایی بد نیست حتی بعض وقت سمیمی هم هست اما برای از این که ای شکنه نباشه و هر روز یک جنجال برپا نشه سیاست خطوط اساسی را باید سینا سرش تفاهم کنه حالا شما ببینین وزرا میرن پیش وکیل سایبا رای اعتماد میخواهند ما اتر میکنم ما اتر میکنم تو هستی برادر در سیستم ریاستی وظیفه وزیر تطبیق سیاست برموز. رئیس دولت است و اکثر وعده هم به خیلی مکلی می میفهمند که ای وعده را اینا ایفا کرده نمیتونه خب از نظر حقوقی اگر بگوین ای کار بیرون از قانون اساسی شد اما ما زیاد قانون اساسی رو صدمه نزنیم حکومت امی پست اجرایی رئیس جمهور حق داره که صلاحیت های خود تفریز کنه اما یک نقطه مهم امکان داره که آقای آشمی شده مسئولیت خود تفریز کرده نمیتون. شخص مسئول پس مشکلات هست چیزی که مطابق قانون اساسی نشده چالش های پیش پیش روی هم دارن یک بخش هم بس بودجه است آیا پارلمان مطابق قانون ای بودجه را پاس کنه یا مطابق به تعامل سیاسی من فکر می کنم که این فرمان به پارلمان روان کردن اشتباه بود این یک فرمان اوردونانس که میگن فرمان تکنینی تکنینی نیست امی تفاهم که بالای تقسیم چوکی های وزارت کرده بودن بسیار به خوبی میتونستند که امی تفاهم امیالا میتونن سیاسی کنن. که بودیجی را که در بودیجی دولت است یا کسیش برای امی پوست اجرایی تخصیص بتن و تا جایی من میفهمم مطابق چی؟ قانون یا سیاسی؟ تفاهم سیاسی و اگر این شما در پارلمان پیش میکنید اما این چقدر ممکن خواهد بود؟ آقای عبدو با اونان وزب پارلمان در اینجا هست؟ چی ممکن چقدر ممکن خواهد بود تا ما یک قاعده قانونی را بیشتر مبتنی بر تعامل سیاسی فلتر کنیم؟ آقای عبدو اجازه بتین آقای عبدو در این میگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و دو تا بزرگان مجلس و بینندگان برنامه تحول تلویزیون آریانا عرض سلام و ادب دارم صحبت های هر دو بزرگوار استفاده کردیم فکر کنم که بحث های سیاسی شما مطرح کردن هم جنبه های حقوقی قضیه را چند چیز نباید از نظر دور بداریم در قانون اساسی افغانستان آمده که ایجاد و لغو اداره سلاحات های شورای ملی افغانستان هست ما بخوایم به صورت مجرد اگر قضیه را بررسی بکنیم می توانیم این گونه بگیم که ریاست اجراییه همچنان که رئیس جمهور فرمان داد به عنوان یک اداره به خاطر اصلاح و بهبود و معصر سازی حکومت در ساختار دولت ایره ایجاد کردن صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان هست قانون هم همی حق برش دادن طبعا بخاطر از ای که باز ای امو حیثیت قانونی خود پیدا بکنن به عنوان یکی داره شورای ملی میتانه که در مورد فرمان رئیس جمهور نظر خود ابراز بکنن یعنی یا ایره امو اداری که رئیس رئی رئی جمهور تشخیص داده که ضرورت هست این را اولوسی جرگه و مشنان جرگه تشخیص بده که به صلاح نیست رد میکنه اگر آمد اینا هم مسئلات کلی جامعه را و ضرورت های جامعه را نیازمندی های جامعه را به این تشخیص داد که ایجاد اداره از جمله ضروریات است میتونه کمک بکنه دولت افغانستان به خاطر برآورده شدن اه اهداف که از قبل تعیین کرده شورای ملی افغانستان رای بتنه اداره ایجاد شود مثل که شما فکر بکنین یک اداره تحت عنوانی آقای این ای ای اداره نیست که لاقل بگویم در چتر یک وزارت با عنوان یک وزارت یا با عنوان یک رکن است حکومت این خودش حکومت است ریاست اجرایی است ریاست اجرایی در شورای وزیران است و دارالنشا داره و مطابق از یک بودجه مستقل میخواد خواهد های مستقل میخواد و با اساس تعامل سیاسی هم دو سال بعد باید در لوی جرگه مشخص شوه که آیا نظام پارلمانی است و این صدارت میمانه یا این حذف میشه یک بحث پیچیده تر از اون چیزی است که شما مطرح میکنید نه خیر ببینید ما این رو میخوایم مرز وقتی در قانون اساسی ما تعریف کرد اداره اداره رو گفت صلاحیت رئیس جمهور داره و بعد لغو و تعدیلش یا تصویبش شورای ملی داره تحت همین عنوان اداره آمدن فعلا به اولسی جرگه افغانستان که انشاءالله روز شنبه رای خودم میگیرن و این رسما مورد تایید پارلمان افغانستانم قرار خواهد بگیره و بودیجی که معلق مانده شده بود در جریان تصویب بودیجی ملی افغانستان و بودجه پس خود به خود با تصویب اداره و آزاد میشه طبعا اونا اجراحت خود میکنن من فکر میکنم که برداشت ما این گونه است که چیزی اضافه تر و بالاتر از اون چیزی که مردم نظام پارلمانی را میگه فعلا وجود نداره اگر در آینده آمد قانون اساسی افغانستان تعدیل شد به عنوان صدر اعظم یک موقف جداگانه او زمان آمد به یقین که او زمان در صلاحیت های رئیس جمهور هم تغییرات به وجود میه طبعا در قانون اساسی برای صدر اعظم صلاحیت های جدیدی تعریف خواهد شد از رئیس جمهور صلاحیت های جدیدی تعریف خواهد شد حالا در این مرحله رئیس جمهور آمدن به اساس به بأ استناد مواد قانون اساسی یک بخشی از های خود انتقال دادن به رئیس جمهور مش... چون حقش مش... مشکل... این که... اساسی آقا گفت... که در قانون اساسی برای معاونین رئیس جمهور چیزی جداگانه تعریف نشده اما این رئیس جمهور است که برای اونها بخش از های خود تفیز میکنه در این عرصه ها اینا من حیث معاونین ما هستند کمک بکنن برای این صلاحیت ها خودش مشکلات بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی ایجاد کرد و این مشکلات سر در رسانه ها هم بیرون شد شما از بحث تشکیل کابینه از عدم مشوره گیری در بر سر ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا موارد دیگه را دیدین که رسانه ای شد و آقای عبدالله تلویحا اعتراض خود را هم بیان کرد هدف از بحث ما است که تا چی حد این اعتراضات تانسته مشکلات با شکنندگی در اون حکومتی را بیشتر از پیش در لایه های پیچیده دل پیچیده تر بسازه چقدر شگاف ها عمیق است و چقدر قابل حس بلمس است من کتا آه... کتا یک دو سه نکتر میخوایم ارز بکنم یک نمونی حکومت وعدت ملی در افغانستان یک نمونی منحصر به فرد در سطح دنیا نیست که بگیم تنها در افغانستان هم تطبیق شده باشه نمونی همی حکومت ما در بعض از کشورهای اروپایی میبینیم مثل آلمان ما با اونان نمونه خدمت شما میخوام ارز بکنیم یک دو چی چی مشترک در بسا در مواقع حکومت های وحدت ملی در اونجا تشکیل شده تحت عنوان حکومت وحدت ملی نبوده اما بالاخره یک ائتلاف یک تفاهمات به وجود خب با شاید ممکنه جغرافیا موقعیت مناسباتی که در افغانستان است با اونجا شاید ممکنه متفاوت باشه اما در کل اینی تو یک, یک چیزایی را با همدیگر بافت خورده در اونجا یک دوم چیزی که میخوایم مخ مرز بکنم و ایستن که شرایط امروز افغانستان متفاوتان با شرایط یک یا دولتی که از یک ثباتی نسبتا خوبی برخوردار بوده باشه عملا ما میبینیم که در بسا نقاط افغانستان مشکلات جنگ وجود داره یک چیز ره... کم کم کمه... کم فشرده تر از می نریم که چون این بس ما بی نتیجه نشه بس آلمان شما مطرح کردین آلمان مدل نظام پارلمانی داره طبیعتا در اطلاف های عذاب سیاسی حکومت شکل میگیره گیره و چیز طبیعی در مدل های نظام پارلمانی است اما در اینجا مدل پارلمانی نیست و ناشی از یک جبر قدرت بیرونی نظام شکل گرفت آلمان یک کشور مرفی اروپایی است اما افغانستان درگیر جنگ های منطقوی و در درونی خود است آلمان تفاوت اقتصادی بالاتر و استقلال بالاتر داره در حال که افغانستان او رقم نیست حالا صرف نظر از تمام موارد داره که ما ما بتیم کشورهای دیگه را چیزی که هست یک مقدار نگرانزا است برای ما برای خودت و برای چند نفر دیگه که در این سرزمین زندگی میکنه و همواره سوال هم که فردا چی میشه فردا طالبان اعلان کرده که عملیات باریشان شروع می شد، جنرال نظامی ناتو هشدار می دهند که 2015 خونین ترین سال است و چیزهای دیگه که زیاد ذهن مردم ها هک کرده چقدر ای شگاف ها با توجه به حساسیت های اطراف این موضوع به زم شما شکننده است و چقدر اگر به می شکل شکلی که حالا بین دو رهبر یا دو گروه سیاسی در حکومت حرکت جریان داره جریان پیدا بکنه چقدر میتونه چالش زا باشه برای بعد از ما خدمت شما عرض بکنم که شما یک سری نقاط متمایز مطرح کردین بین آلمان و افغانستان یک سری چیزایی را شما مطابق با عینیات و شرایط موجودی افغانستانی را باید از نظر دور نباید بدارین مخالفین مسلح موجود هست در افغانستان افغانستان توانی کشیدن بار جنگ به با صورت تنهایی از یک بخشی که بتونه رای مردم با خود داشته باشه نداره. من فکر کنم در چنین شرایطی که کاملا نک شرایطی فوق العاده است از لحاظ مسائل سیاسی، از لحاظ مسائل امنیتی و نظامی، نیازی به می است که تمامی جناها، تمامی طرفها، تمامی مجموعه در کنار هم دیگر قرار بتازی که ما ببینیم حکومتی منحصر به فردی را داشته باشیم یا افغانستان حفظش برای ما مهم است. حالا چقدر نگرانی دفتر. ببینید حکومت ما با فرق وجود ببینید ما در این مورد خدمت شما عرض بکنم که تا زمانی که تفاهم نامه بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی که او وقت ای اون را نداشتن به امضا نرسیده بود نگرانی ها نگرانی ای بود که آیا افغانستان به می موضوع به می کلیتش باقی میمونه یا اینی که همه چیز بر هم میخوره متلاشی میشه اون نگرانی همه را وادار به این کرد که به یک نقطه تفاهم نباید برسند با توجه به امضای توافق نامه برداشت این است که فعلا او اختلافاتی را که در جریان ایرای برنامه دوران کمپاین خود داشتند فعلا ندارن آ... عربی حکومتداری در افغانستان در حالت چرخش است موافق هستم با همه شما که بتی هست ایجاب میکرد که ای عرابه باید سرعت بیشتر داشته باشه و تو با نگرانی من فکر میکنم که نخیر خیر ولی ما شخصا خودم نگرانی را ندارم به این خاطری که ناگزیرن هر دو طرف با مشوره همدیگر مشکلات خود حل بکنه چنانچه که تا کنون همین کارم کردن همین کار کردن و آینده هم من مطمئن هستم یک مقدار روز اول گره داره یک مقدار امی چرخش عرابه ممکن یک مقدار با مشکل باشه تا زمانی که یک مقدار ای سرعت پیدا بکنن و من یقین دارم با تشکیل کابینه و چنانچه عملا ما شما دیدیم در جریان گفتگوها سری کمیسونی اصلاحات انتخاباتی بسیار توافق بوجود وجود آمد و نگرانی که امروز مردم افغانستان متوجهش هست این نگرانی ها ما یقین دارم که موازی هر دو طرف روز بروزه نزدیکتر میسازه و هر دو طرف در فکر ریزی میمانه که بسیار جارز... از تمامی انرژی و توان خود به خاطر رفع نگرانی مردم بسیار زیاد تشکر جناب آقای عبدو البته بحث ما کم فشرده تر خواد شد و مواردی که به عنوان چالش انوسه است او موارد را هم بیشتر سرش بس کردیم که چند نقطه نقطه کلان و جدی التهابی است و بالاخره در بخش دو به میپردازیم کدام گزینه ها حداقل میتونه راه بیرون رفت برای دو رهبر سیاسی و, سی و شکننده های موجود در اون حکومتی حکومت وحدت ملی باشه یک وقت کوتاه سلام مجدد برای تحول ما محمد فیض بیت فقم کارای میزبانی برنامه هستم برمیگردیم با جناب آقای هاشمی حالا بس از نقطه های مشخص تر خطوط قرمز به به خطوط قرمز تزادگونه بر دور شریک سیاسی و اختلافاتی که تا به حال را به وجود آمده ناشی از یک حکومت به شما فراقانونی یا غیر قانونی ناشی از تامر سیاسی چه چی چیزا به حد نقطه های پوندیده تضاد منافع دو شریک است و چقدر حساسیت برانگیز است و تا تا چی حد میتونه حل شد قبل از اون ما میخوایم که یک تبصیل کوچک داشته باشم مبنی به که ما یا بحث, بحث قانونی و حقوقی و از لحاظ قانون اساسی باید بهش بگیریم و سر حکومت موجود صحبت بکنیم و یا است قانون اساسی را به کلی بسته کنیم بر اساس مسلحت ها به گفته جناب آقای کرزه بر اساس مسلحت حکومت کنیم دو چیز متضاد با هم نمیشه سازد حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی و مسلحت ها بر اساس قانون اساسی غیر ممکن است مسئله دیگه که ما پیشتر را برس کردم که تفاهم نامی سیاسی خلاف قانون اساسی بود و حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی بود ما معذرت میخوایم جناب وکیل سب حکومت اعتلافی نیستی حکومت ائتلافی در نتیجه انتخابات با یک حزب برنده با یک حزب کوچکترش و وقتی که یکیش موفق بی نمیشه که یک حکومت تشکیل بکنه دو هر دوش با هم یک جای یک حکومت تشکیل میکنن و بر اساس 50 50 نیست 50 50 فیصد نیست لحاظ حکومت وحدت ملی حکومت ائتلافی نیست مسئله دیگه که آلمان و افغانستان شما گفتین به هیچ صورت سبینات شبات ندارن آلمان یک حکومت دموکراتیک است بر اساس انتخابات حکومت پارلمانی است قسم که فیاس به و یک سیستم فدرال است از لحاظ شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگ سیاسی فوق با ما ف... تفاوت دارد یگانه کشوری که بیشتر میتونیم که بگوییم وحدت ملی در شرایط مشابه به افغانستان سومالی است حالا افغانستان با مو سومالی و یا کشورهای افریقایی هم تفاوت های شما در دو اجتماعی که با هم شباهت های کم و بیش داره نمیتونید که این رژیم پیاده بسازید حالا استاد اگر, اگر یک کم خلاصه بله. بگیریم که جنبندی بشه با. پارلم بله. بله. از پارلمان وزرا فلتر شد شکل گرفت بحث بودجه ریاست اجرایی مطرح است و گام های مقدماتی گذاشته خب. شد و گام های عملی امی... شما گفتین که های سیاسی شکل میگیره اول یا قانونی یک نکته دیگر هم تذکر میتونم به خاطر زی که من دیشب هم شاهد بودم که در پارلمان یک سلسله بحث های شد سر ازی که قانون اساسی چی میگه در قانون اساسی تفویض صلاحیت نشده اصلا سب در تمام قانون اساسی شما هیچ یک اشاره مبنی به این نمیبینید که پست اجرایی در نظر گرفته شده باشه و یا است که رئیس جمهور صلاحیت داشته باشه که تفویض صلاحیت بکنه او موضوعات را که شما میگن در مورد ادارات بسا کوچک است که برای بهبود اداره کمیسیون ها وجود میره کمیسیون ها میره اما وقتی که شما از پست اجرایی صحبت میکنید در واقع شما ماهیت رژیم تغییر میده ولی هزار در قانون اساسی افغانستان شما هیچ نکته ندارین که اشاره بکنه به اینکه پست اجرایی باید بوجود به وجود مسئله دیگه ای که حکومت وحدت ملی ناشی از انتخابات یا بیرون شده از انتخابات نیست ای بر اساس بنبست که انتخابات به او مواجه شد بالاخره دو رهبر دو گروپ که در یک روز پیش با هم مبارزه میکردن اینا با هم توافق کردن که حالا اگر ای کار نشوه تفاهم سیاسی به وجود نبیه ممکن است افغانستان با بسیار پرابلم های مواجه شود که ما رو بزرگ فکر نمی مردم افغانستان بلا مشخص تر استاد ای ای پندیدگی ها در کدام حد با بگونه خط قرمز است و چقدر قابل حل. علی، ببینین وقتی که تفاهم نامی سیاسی امضا شد صلاحیت ها به صورت 50 50 فیصد تقسیم شد حالا به خاطر ازی که بدون یا بیرون از زمین دو گروپ شما هیچ کسی را صاحب صلاحیت نمی بینید هر آنچه چه است 50 فیصد از یک رهبر 50 فیصد از رهبر دیگر و در داخل حلقه خودشان شما دیدین مشکل کابینه ای نبود که ما قطر رجالی داریم مشکل کابینه ای بود که پنجا فیصد ولو هر کسی باشه از یک گروه پنجا فیصد هم از گروه دیگه که قطعا در قاموس دموکراسی ای نمی که ما بگویم که دو تیم که در انتخابات بر اساس تقلب یا به هرچی شده در بنبست رسیدن بالاخره اینا سرنوشت مردم افغانستان را به دست خود می گیرن. حاکمیت ملی را حاکمیت اولیگرشی قومی می سازن. شما در حکومت موجود چقدر مردم افغانستان شریک میدانید؟ هیچ فقط گروپ های متنفذ قومی است که ما اولیگرشی قومی میگمارد اگر وزیر سباست باید به با اونا ارتباط داشته باشه یا به با یک گروپ و یا به گروپ دیگر ورنه نه داکتر سب عبدالله به این مشکل مواجه شد که کابینه سه ماه طول بکشه و نه داکتر سب اشرفخانی هر دوشون قدرت زیر داشتن که وزرای بسیار نخبه را انتخاب کنند به شرطی که از امو سرحد گروپ خود یا تیم خود بیرون در نهایت به خاطر اینکه فرصت مساعد شد بر دو بله. میمون دیگه ما بسیار کوتاه اگر بفرمایید بله. با چقدر شگاف ها شگاف های تضادگونه و التهابی است و غیر قابل کنترل با مجرد که تیم یک و تیم دو شد وعدت ملی مفهوم خود باخت و فرمود شما این پنیدگی ها زیاد شد حالا اعضای کابینه یک شگاف بود اعضای کمیسیون انتخاباتی. انتخاباتی, موضوع دیگه است و در عین زمان والی ها موضوع دیگه است از این پایین تر شما برین یعنی تمام تشکیلات سیاسی و اداری افغانستان شما به پینجا پینجا فیصد تقسیم کردین یک پنجاه فیصد شبه اونا پنجاه فیصد شبه جایی برسه که قابلیت تقسیم نداشته باشه اونجا باز چی میکنن؟ بونبست، بون سر بون بسیار بله. بس شکر جناب آقای یوسفی، آقای آشمی نقطه ها را بیان کردن مشکلات ابناشی از تامل سیوسی در مدل نظام و در حکومت ایجاد کردن ما الان بیایم یک کم عملی تر چیزی که از سال یک ناگذیری است آقای عبدو هم این ناگذیری را اشاره کرد مجلس نمایندگان هم این ناگذیری را... هر چی است پنج سال باید که حکومت دوام کنه با, با هرگونی. مشکلی است که آقای هاشمی هم روی یک نقطه اشاره کردن ما درگیر مشکلات بسیار جدی امنیتی هستیم اما در تمام ولایت سرپرست داریم در, در ولایت ها موالی نداریم و نفرای اول که پلان گذاری کنن و بیشتر رفتار حکومت وحدت ملی را هم تحلیلگران مرچگونه میگنن تا برای چیزی نک شدن. چقدر شگاف ها بین این دو نفر در خطوط مشخص تر غیر قابل برداشت و سرخ است و آیا الترنتیف وجود موجود داره که اینا جور شوند یا پایان کارم هم بنبست سر خواهد بود نه این یا خوشبین هستم من قدر وضع خطرناک نمی بینم مشکلات طرف حل شدن میره حکومت ساخته شد اشخاص من اکثر نمی جوان هستن تکنوکرات هستن جنگ سالار و اینا من این نمی بینم رای اعتماد از پارلمان محترم گرفتن حالا به کار شروع میکنن هر دو نفر حالا بس نیست حال... حال... بس... افت... افت, ما طول کشید شاید یک هشت ماه والیا نه که زودتر میشه ما چرا بدبین باشیم امی دو شخصیت بهترین انتخابی بود که مردم افغانستان کردن اگر از طبقه مجایدین بگوییم دکتر سیب عبدالله آدم با تجربه روشن از طبقی تکنوکرات بگیریم دکتر اشرف آدم وارد انتخاب بسیار خوب است تا جایی که من میفهمم اینا هم نیت همکاری رو دارن کابینه ساخته شد رأی اعتماد هم گرفت اینا ما انتظار بکشیم یک سی ماه بعد از او قضاوت کنیم من شکاف های عمیق نمیبینم من دو دفعه از این ها گفتم که اگر اینا تفاهم نمی کنم افغانستان این رو هر دو چیره منفورترین چیره های سیاسی افغانستان خواهد بودن اگر تفاهم اگر تفاهم نکنن این دفعه سیوم است که شش ماه پیش گفت گفتم یک هفته پیش گفتم و چیست یک،, یک, نقطه بسیار زیاد واضح است خوشبینی قابل درک است برای کلگی و طبیعتا هم باید خوشبین بود زیاد آدم بدبینی نکنه اما چیزایی که هست یک مقدار نگرانزا است آقای عبدالله حدودا یک هفته قبل تلویحا از تکتازی های آقای غنی اعتراض کرد در عدم مشوره به وزارت دفاع پس شما دیدین سر و صدا بین سخنگویا به حد بلند شد که ماون اول داشت معاون اول ریاست جمهوری روا داشت که دیروز بگویم که حکومت وحدت ملی را نباید ما دو تیم فکر کنیم باید تلاش شود که یک تیم شود پس چیزای اصل در درون که مثل موریانه در درون میخوره که دیگر اگر ما با تمامی مشکلات ابراز خوشبینی کنیم نمیشه که راه حل پیدا کنیم تا چی حد میتونه که وزیر دفاع الحمدلله بسیار کش نکردن وقتی که از یک طرف گفتن که قابل قبول نیست ولی کلم شخص دیگه که مورد قبول هر دو جانب باشه این چیز برای رئیس کمیسیون اصلاحات کمی سر این نقاط مثبت هم باید است اگر مشکلات هست با... این هم هست به اعظم شما بله ما خو نمی درایت سیاسی پیش هر دو می بزرگوار می بینم که نمی که افغانستان طرف برون ببرن و انشالله که وضع به او اندازه که اختیار مردم تشویش تشویش هم دارد در نام مسئله امنیتی نیست مسئله اقتصادی است مداخله خارجی است اما افغانستان از مشکلات بسیار کلان برآمده این دفعه ان شاء که فکر می کنید تنها می بس انطاف دو طرف در چانزنی شما رو خوشبین ساخته یا چیزهای دیگه هم هست که شما رو می بینین از ف... روز اول برشان گفتم وقتی تفاهم موفق شده میتونه که شما دو نفر با هم همکاری کنیم و اگر نه شکننده است هر روز بحران است امیر امینان ملتفت هستند و هیچ وقت دمی هفت ماه گپ به جای نرسیده که بسکله اما چند بار پای خارجی ها را در میان کشید از جمله وزیر خارجه آمریکا و سفیر آمریکا یا کشورایی که من به ترجمه دادم که می تفاهم بدون مداخله خارجی میکردن <تصفح> یک چیزی که سخنگوی ریاست اجرایی در یک بحث با ما گفت آقای آصفی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آقای عبدوم روی شارک اشاره کردن به اونا خط قرمز است و این طبیعی است که اگر نظام تغییر میتن به نظام پارلمانی پارلمان افغانستان تعیین کننده نظام بعدی خواهد بود به او خاطر هم هر دو رهبر تلاش خواهد کردن نفوذ بیشتر در, در درون پارلمان داشته باشند یک چیز مسلم طبیعی است <تصفح> ساختار پارلمان افغانستان با اون فرضی های زیاد خوشبینانه نه چیزایی که زیاد مردم نگران از او هستن با مشکلات و شکنندگی ها روبرو شد و قسمی که تابعال را بوده و انوزم ریفرم با وجود نامده نظر به اختلافات و یک اختلافات احتمالا ادامه پیدا کنه چقدر میتونه که یک, یک چلنج کلانتر در یک بخش بزرگتر دیگه باشه؟ یک نقطه به خود زیاد توقعی ندارم که این کمیسیون اصلاح انتخابات بسیار کارایی رو پیش برده بتنن اول یک کمیسیون مشورتی خود از اینو تصمیم گرفته نمیتونن بعد از, از او پیش رئیس اجرایه میره پیش کابینه میره بالاتر میره اما نتایج دکی است که بر وکلی سر امکان دارد باشه که انتخابات در یک سال دو سال بانه و بعد از, از او ما ولسوالی رو داریم بعد از اگر لوی جرگه خب دو ساله که به ایچی از پیش بینی شده امکان عزیز که اگر تعدیل در قانون اساسی صورت بگیره انتخابات جدید برای رئیس جمهور باید است ایجاب اما قبل از او باید انتخابات پارلمانی شود انتخابات, انتخابات پارلمانی شود و هم ورسوالی ها اگر نه قانون لوی جرگه سرایت تعدیل قانون اساسی رو نمیتونه داشته باشه دیگه تمام ازی مراحل دلچسب و خشتای آه. گرنگ است خشتای بس. گرنگ است که امید است که با درایت بس... وکلای ما رهبرا این مشکلات یک بسیار زیاد حل کرده بسیار زیاد تشکر اجازه بدن از جناب آقای عبدو هم بپرسیم البته اینا هم یک مقدار خوشبین هستن اما آ آ چقدر بازم قابل نگرانی است خشت خشتای گرنگ را که جناب آقای اسفی رو اشاره کردن من نقاط مشترک درست است که نقاط اختلافی هم هست او اگر ما بخوایم این کار بکنیم عملا در جامعه مردم میبینن وقتی که بخوایم یک حالت مقایسه‌ای داشته باشیم برداشت میست که همو نقاط مثبت قضیه گرنگی میکنه نسبت به نقاط منفی قضیه من موارد خدمت شما فقط احسان میکنم برگشتاندن امنیت نقطه مشترک است بین هر دو شخصیت دیست اول حکومت داشتن روابط با حامیان بین‌المللی افغانستان یک نقطه مشترک شد. است بین اینا اما در اینجا اختلافات وجود داره آ... یکی گرایش داره به سعودی دیگه گرایش داره به ایران گرایش نه خیلی حالا نه حالا نه در هر د اقل هر ګونه تصمیم مرم چې میگیرن در یک جلسې مشترک میگیرن بدون زیګ هر ګونه غپی داره در داخله مجالس بیرون جلسه آقای آقای عبد در بحث حمایت یمن آقای محمد موحق شد تو... نه فیصله حکومت یک رکن فیصله حکومت گفت کې در شوراې امنیتی حکومت این گونه فیصله شدن در صورتی که حرم این شریف این مورد تهدید قرار میگیرد دولت افغانستان در حمایت از حکومت عربستان سعودی قرار میگیره این یک چیزی بود که فیصله شدن اما فیصله اینا بیرون دادن و برحال چیزی متفاوتی خب. بود خب بالاخره او فیصله که امضا شده همی است که اونجا در اونجا گفته شاید ممکن است سخنگویا اعتراض, بود شاید شاید ممکن شاید ممکن است سخنگویا یا مو کسایی که این اعلامیه را بیرون داده اما اونا متوجه صورت فیصله نشدن که امیدواریم در آینده های قضیه اتفاق بفتن چیزی دیگه ای که وجود داره در قسمت ساختن کابینه که دوستای من پیشتری موضوع اشاره کردن الحمدلله ای با مو کمال امانت و سلامتش بیرون شد و رفتن انشاءالله کارهای خود شروع میکنه در قسمت بازسازی افغانستان هم هر دو طرف علاقه که بیشترین کمک ها جذب شود و شرایط کار و زندگی در داخل افغانستان پیشرفت و آمدن رفاه مساعد شوند در قسمت برگزاری انتخابات هم هر دو طرف موافق هستند که انتخابات باید برگزار شود انتخابات شورای پارلمان و انتخابات شورای ولسوالی در قسمت آوردن تعدیلات هم در قانون اساسی یام هم نقطه توافق بین هر دو طرف است خاطر از که اگر امی روال طبیعی عادی خود کشور افغانستان می داشت جنگ تهدید نمیکرد کرد سایس علاقات استخباراتی معین هست و بودی مملکت حیات مملکت تعدید نمیکرد بازم ده سال ده سال در هر یک از کشورهایی که قانون اساسی داره زمینی بازنگری فراهم میشه معمولا ببینه کدام مواردش جنبی عملی داشته کدامش تطبیق شده کدام در جریان تطبیق با مشکل مواجه شده کجا خالیگاه؟ داره, داره خالقا باید برطرف شه با توجه به نکته ای که شما اشاره کردین هیچ مشکلی وجود نداره من من برداشت من 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 برداشت خودم میخوام بگم خدمت شما فعلا در این موارد دارم توافقات نظر وجود داره اما سر پیمودن راه یگان دفعه شاید ممکنه یکان مشکلات جزئی وجود داشته باشه که این مشکلات جزئی مهم اینجا که نتیجهش مثبت باشه حالا اگر کابینه به تاخیر افتاد که خلاف نظر همه بود نباید به تاخیر بفتاد مردم افغانستان توقعش ای بود که در امروزای اول به اساس امو مراسمی تحلیف را رژیمور جمهور با مقامات دیسی اولی حکومتی شروع کرد با دزدر چل 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 پنج نوز با شکل مگرفت اما طبعا در او زمان معینش نشد بعد از چند ماه همی اتفاق افتاد یک مقدار فرصت های مردم افغانستان سخت این را اگه ای واقعی کس نمیتونه این کار بکنه اما نتیجه و پایانشی شد که ما شما شایدش هستیم که کابینه تشکیل شد کمیسونی اصلاح انتخاباتی میه امیدوار هستیم در روزا اینده اعضای باقی مانده ایستر محکمه لوی سارنوال رئیس سرمیاشت رئیس بانک و اعضای باقیمانده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اینایی که باید رای بگیرن اینام به اساس یک تفاهم هر چه اجلتر معرفی شه و رسیدگی که افغانستان برای زنا رای بده که ساختاری نظام, نظام بخل... شکل قانونی شکل خود, خود پیدا بکنه بسیار دقیقه وقت داریم جناب آقای عبدو تقسیم میکنیم سر های ما یک نقطه خوبه را شما و جناب آقای آصفی اشاره کردین اما قسمن نگرانی آقای هاشمی هم جمع نگرانی مردم تقریبا یک چیز بود یک پاسخ برای مشترک از همه که یک ماه بعد تا که تب سال که تمام میشه سال شمسی تمام میشه چقدر میتونه سازوبرگ نظام به گونه مثبت شکل بگیره تا شکنندگی های بسیار جدی که حکومت را با چالش های کلانتر یا چلنج درونی بزرگتر مواجه بساز چند چیز اگر دو بزرگوار با همه همکاران خود در نظر بگیره ما آینده را مثبت پیش بینی میکنم یک نگرانی مردم در اولویت برنامه زنا قرار بگیره دو ناامنی که حیات این مملکت تهدید میکنه در مقابل زی با قاطیت برخورد بکنه بدون مدارا بدون گذشت مثل حکومتی گذشته نشوه که انتهاری را بگیر از این طرف باز برش پول بیت، تحفه بیتا پیشانش ماش کنه رخصت کنه این کار نباید صورت بگیره و در بخش کاریابی برای مردم افغانستان هر دو طرف مکلفیت های قانونی خود و افغانی خود در نظر بگیره کچکول گدایی را به گردن بنداز از هر جایی که پیدا میکنه زمینی پیشرفت اقتصادی را و باسازی را در افغانستان یک مقدار سرعت بده که اینا میتونه بسیار زیاد کمک بکنه در بخش تطبیق همو موافقت سیاسی را که هر دو طرفه با عنوان دو تا شریک قدرت با هم دیگر در کنار هم دیگر قرار دادن میتونن نقطه وصل بین هر دو طرف باشه هر دو طرف بدون چال و چال بازی اونمو را کوشش بکنه تطبیق بکنه تا اینکه که زمینی قانون مداری در آینده مداری فراهم شد در این صورت ای من مطمئن هستم که اوزا روز روز بهتر پیدا میشه امید برای مردم بیشتر خلق میشه یک مقدار زیاد صحبت ها سر به شرط اگر بود اگر رهبرات چنین بکنن و اگر رهبرات چنان بکنن اگر این پلان ها را پیش بگیرن افغانستان به سر رهبرای خوب می داشته باشه حالا حل پیشنهاد کردیم جناب استاد گفتین این چالش ها وجود داره ولی این راه حلش نمی خوشبینی که شو جناب شما نشان دادین جناب آصفی سب باور بکنین که مردم افغانستانم به خوشبینی با دولت نگاه میکنن ما یکی از خوشبین هستم و به این عقیده هستم که واقعا جناب دکتر سیبغنی یک تکنوکرات است یک دانشمند است جناب دکتر سیب عبدالله یک مجاهد فقط سی ثانیه وقت داریم باز بله. نظرش اما ما با خوشبینی صحبت نمیکنم کنم به خاطر ازی که با واقعیت ها ما یک شاگرد حقوق هستم میخوایم که نکاتی که امروز افتراق بار میره و ای افتراق میره که بزرگ شده بره این جلوش گرفته شود. حالا به این سرزی برای که وقت کم است دکتر سب عبدالله در تفاهم نامه سیاسی او را خود متقاعد ساختند که دو سال بعد باز نوع جرگه میشه و اینا این پیش بینی حاسب کلش خلاف قانون است کی اجازه داده ما را که خلاف قانون اساسی بگویم باز ما دو سال بعد لوی جرگر دارم با بخشین یک نوت دیگم دیگه ای که در امو نوچیست ما وقف حقوقی داکتر سبا عبدالله در امی حکومت چیست سلایت های حقوقیش چیست تشکر جناب داکتر سبا تشکر بسیار زیاد مازی میترسیم وقت تمام است وقت است. اختلاق زیاد نشد بسیار زیاد تشکر با بخشین وقت برای جناب آقای سفیوم نمان تشکر از شما بینده عزیز که تا ایدم بس ما رو دنبال کردین تا بعد خود